انگار آسمان خراشی در نهری باریک افتاده باشد. کشتی اورگیون از 5 روز پیش در کانال سوئز به گل نشسته. هنوز معلوم نیست دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این کشتی 400 متری و 200,000 تنی هنگام وزش باد از مسیر خود منحرف شد و هم خود را گرفتار کرد و هم یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را مسدود کرد. روزانه از این کانال 193 کیلومتری حجم عظیمی از کالاها با حدود 50 کشتی باربری عبور می‌کنند. بیش از 10% حجم روزانه تبادلات جهانی. آبراهی ساخته دست بشر که میانبری است فوق‌العاده برای اتصال دریای سرخ به مدیترانه. در زمان باستان در دوران داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی ایرانیان هم در ساخت آن نقش داشتند. اما در اواسط قرن 19 بود که این آبراه توسعه پیدا کرد و به اندازه امروزی رسید. اگر کانال سوئز نبود، کشتی‌ها بسته به مبدأ و مقصدشان تا هزاران کیلومتر بیشتر باید در راه می‌ماندند و اغلب قاره پهناور آفریقا را دور می‌زدند. ظاهراً اما تمایل به بزرگتر کردن هرچه بیشتر محموله‌ها تناسب کشتی‌ها با ابعاد کانال را برهم زده. هر ساعت گرفتاری این کشتی عظیم الجثه در کانال سوئز خسارات سنگینی بر جای می‌گذارد. اورگیون متعلق به یک شرکت ژاپنی اما تحت مدیریت شرکت تایوانی اورگرین است. تلاش‌ها برای از گل بیرون آوردن این کشتی تا به حال بی‌ثمر بوده. از تلاش برای لایروبی کانال تا تلاش‌های مکانیکی برای حرکت دادن اورگیون تا کنون هیچ کدام رهایی بخش نبوده و بر حجم خسارات می‌افزاید. تنها مصر می‌گوید این گرفتاری برای این کشور به معنای از دست رفتن روزانه حدود 14 میلیون دلار است. وزیر نفت سوریه هم می‌گوید یکی از کشتی‌هایی که در ترافیک پشت سر اورگیون گرفتار شده، حامل نفت ایران برای سوریه است که نرسیدنش به این کشور جنگ زده و تحت تحریم جیره‌بندی سوخت را رقم زده. به رغم همه خسارت‌ها دیر یا زود این کشتی عظیم از گل بیرون خواهد آمد. این اما شاید درسی برای آینده باشد که برای پیشگیری از اتفاق‌های اینچنینی تدابیری اندیشیده شود. شبنم شعبانی، بی بی سی.